با سلام و درود خدمت شما همراهان عزیز صفحه تحلیل تکنیکال امیدوارم که هر جا هستین لحظات خوب همراه با سلامتی رو داشته باشین بریم خیلی سریع سراغ سیگنال های هفتگی این هفته من فارکس فکتوری رو بیارم اینجا این هفته هفته بسیار مهمی است به خاطر اینکه دو تا تعطیلی شروع میشه دوشنبه بانک مرکزی ایالات متحده تعطیل بانک مرکزی کانادا تعطیل هست و بنابراین این دوشنبه روز تعطیل کاری منه این هفته هفته دومه اگه اون نصف هفته اول اکتبر رو حساب نکنیم هفته دوم کامل ماه اکتبر 2020 همونجوری که میبینین کم کم احتمالا میدونین انتخابات آمریکا پیش روه و خبرهای مختلفی توی بازار تاثیر گذاره این هفته به احتمال زیاد باز هم به بسیار مهمی در زمینه در حقیقت بسته کمکی ایالات متحده به بسته حمایتی میتونم بگم از در واقع تصمیم ترامپ هفته گذشته یه مقداری راجبش صحبت کرد اول ردش کرد و دوباره کنگره و سنا و نمیدونم نمایندگان تصمیم گرفتن برگردن و بودجه و ظاهرا به تصویب رسودن اگر اعلام بشه این هفته پیش رو که هر روزش این امکان هست باید ببینیم چه اتفاقی توی بازارهای مالی صورت میگیره به هر حال پمپاژ پول میشه به بازارهای مالی اما خبرهای مهم این هفته سی داریم روی دلار آمریکا میتونم بگم پی پی خیلی مهمه روی دلار یه روز اینا خبرهای قرمز بودن امروز خبرهای نارنجی هستن تو دوران کرونا الان با توجه به بیکاری میتونم بگم بحث اصلی کشورها بیکاریه باید ببینیم چه اتفاق میفته آن ایمپلویمنت ریت و اسپیکی که گاورنمنت لویی داره توی دلار استرالیا روز چهارشنبه میتونه بسیار مهم باشه آن ایمپلویمنت ریت دلار استرالیا اعلام میشه البته اینا به زمان منه از این بالا میتونین زمانشو به کشور خودتون تغییر بدین و در حقیقت پنج, پنج شنبه صبح میشه اینا به وقت ایران روز پنج شنبه اول بازار آمریکا میتونم بگم شاخص فلی ایندکس فلی در واقع گزارش خودش رو میده همونجوری که میبینیم با کم بوده و مطابق هر هفته آن ایمپلویمنت کلیم هفتگی که بسیار مهمه کور ریتیل سیلز و ریتیل سیلز هم روز جمعه اعلام میشه اینا خبرهای بسیار مهم این هفته هستن در کنار تویت های ترامپ و خبرهای پکیج کمکی اما بیایم با شاخص ایالات متحده شروع بکنیم شاخصی که کاملا ناحیه 11500 رو رد کرد روز جمعه کاملا اون رو شکست و فول بادی بریک اوت داده باید ببینیم اوایل هفته که البته سه شنبه آفیشالی کار ما شروع میشه چه اتفاقی میفته منتظر اولین پولبک اینجا و بای احتمالیش هستیم به سمت بالا فوق زیبا بود روز جمعه میتونم بگم اواخر روز پنجشنبه گپی که میبینیم باز شدن بازار روز جمعه است کاملا سیگنال داد مونتا به خاطر این گپه ما نتونستیم اچ فورش رو ترید بکنیم برای همین میایم تو دیلیش دیلیش رو مد نظر قرار میدیم اگه پکیج کمکی هر خبری بیاد در مورد واکسن توییت های ترامپ میتونه پمپاش کنه تا بره در واقع این آل تایم های خودش رو دوباره داره میره به سمت آل تایم های خودش اما بریم سراغ بیت کوین بیت کوینی که این روزا بسیار داغ شده خیلی خوب داره حرکت میکنه هفته گذشته مثبت هست الان من با بایننس رو که همین لحظه چک میکنم بروکرم تعطیل اما بیت کوین داره ارزه میشه تو سطح دنیا بایننس با رو که میبینم چون بازار بیت کوین یه بازار 24 ساعت است بایننس سایتش رو میبینم 11380 فکر میکنم هولوش اینجاست باید ببینیم هفتگی هفته آینده به احتمال زیاد با این فورمیشن میتونه یه دونه حرکت روبه بالا باشه اما دلایل مختلفی داره بیت کوین میتونم بگم طلا که این روزا داره صعود میکنه به خاطر ضعف دلار هم هست که رو شاخص دلار هم میریم اما دیلیش بسیار زیبا این نمودار دیلیش هست که ناحیه بسیار مهمی و سر راه خودش رو داشته البته به ظاهر الان ناحیه شکسته شده احتمالا بروکرایی که بیت کوین دارن در حقیقت احتمالا بازارشون با بازار گپ رو به بالا باز میشه باید ببینیم البته اگه بیت کوین بیاد و تا موقع باز شدن بازار بالا باشه کاملا یه الگو فلگ رو داده الگو ریورسال اینجا منتظر فول بادی بریک آت برگشتش به سمت بالا هستم ویکلیش کاملا تایید شده حرکت خوشگلی رو تایید کرده و رو به بالا داره حرکت میکنه نمونه این حرکت رو روی یو اس یورو یو هفته گذشته داشتیم تریدهای روزانه بسیار خوب چارت بعدیمون طلا طلا هم اومد علا رقم این که خیلی معتقد بودن میریزه اما اینجا نگاه کنیم ما اینجا وقتی این اتفاق میفته قدرت بایرار دادیم به هیچ وجه دیگه اینو توی یکی از ویدیوهای هفته گذشته تو کانال یوتیوب کاملا توضیح دادم دیگه نمیایم اینجا فکر سل بکنیم با یک برگشتی بلکه منتظر میشیم حرکت کنه به سمت بالا اگه نمودار هفتگیش هم نگاه کنین کاملا هفته گذشته حرکتش رو آغاز کرده بسیار زیبا این حرکت شروع شده به سمت بالا باید ببینیم این هفته چجوری باز میشه اولین پولبک در خدمتش هستیم به سمت بالا ناحیه بالای طلا که الان میبینم 1972 هست که داره قیمت میره به سمتش البته میگم ابتدا باید باز بشه بازار ببینیم چه اتفاقی افتاده بعدش سپس بریم در حقیقت دنبال اینکه حالا چه واکنشی بازار خواهد داشت چارت بعدی که بیارم براتون و چارت جالبیه چارت یو به سی چف هست که کاملا هفته گذشته معامله گرایی که فشار خونی رو بلد نبودن ندیدن فشار عظیم سلرا رو سپرایزشون کرد اینجا خیلی معاملات بلانگ گرفتن وارد خرید در واقع دلار شدن نسبت به سوئیس فرانک و باعث شد که استاپ لاساشون بخوره گرچه ما منتظر شدیم برگرده زیر این کندل من سلما گذاشتم با توجه اینکه بازار ولتال شده بود و سه روز تعطیلی بود معامله بلند مدت دیلی خودم رو هم بستم یه مقدار بیشتر از یک بیک سود کردم اما عالی بود خیلی حرکت قشنگی و داره دلار میره به سمت ناحیه صفر ممیز نود که چندین بار این عدد روند رو تونسته در واقع لمس کنه اما نتونسته بشکنه خیلی مهمه که وقتی که میرسه به این اعداد بیاین در دوران ببینین ببینین تو ماهیانه نگاه کنین حتی ماهیانش هم فولاد زیباه نگاه کنین چه اتفاقی افتاده میتونه توی ماهیانه یه سناریو یک خوشگل رو اینجا شکل بده علیرغم اینکه خیلی ها اینجا نگاه کنی چقدر زیبا علیرغم اینکه خیلی ها اینجا بایر بودن روی حرف و حدیث و حدس و گمان اما ما واقعیت بازار رو میبینیم نگاه کنی چه اتفاقی افتاده رسیده به ناحیه که آخرین باری که توی این ناحیه بوده فکر میکنم 2015 بوده اگه برگرده این دوتا کف رو بشکونه از سال 2015 میتونم بگم اولین باره که دلار ارزش شنگت کم میشه با دوجه به مسائل اقتصادی زیاد پمپاژ پول چاپ پول اوراق قرضه و سایر کارهایی که احتمالا در جریان هستیم فد انجام میده و اعلام میکنه خیلی طبیعیه که این اتفاق بیفته و به نظرم منطقی هست که هر کاری از دستشون برمیاد دلار رو ضعیف کنن با توجه به اینکه میزان صادراتش نگاه کنین ترید دفیسیت آمریکا و چین به بالاترین سطح خودش رسید حتی سیاست هایه. میتونم بگم پرخاشگرانه ترامپ در مورد چین هنوز جواب نداده و این میزان ترید دفیسیت یا بدهی دولت آمریکا هر روز داره میره بالاتر پس بنابراین با کاهش ارزش دلار به نظر میرسه میزان صادرات میتونه بیشتر باشه وقتی که یه گوشی آیفون به یوان چین مثلا هزار یوان بوده مثال میزنم امروز وقتی ارزش دلار بیاد پایین تر اون میشه 900 یوان خب مشتری بیشتری میرن سمت اون حالا فرض کنین تو کل کشور این باشه بس تو دوران کرونایی که محصولات کمتری من یه گوشی رو در واقع مثال زدم خودروسازی هست صنایع مادر هست خیلی از تکنولوژی ها هست که میتونن اینجا میزان صادرات بیشتری داشته باشن و کنترل بشن خب به تب پمپاژ پول چاپ اسکناس هم میتونه به افزایش عرضه دلار منجر بشه و هرچی دلار ارزشش بیشتر کم در واقع تعداد ارزش بیشتر بشه خب قطعا ارزش خودش رو از دست میده به علاوه اینکه شاخص دلار بازار سهام یک کشوری وقتی میتونم بگم رشد میکنه پولا میره اونجا و خیلی ها دیگه دلار نگه نمیدارن میرن سهام نگه می دارن خیلی از سرمایه گذارهای خارجی همینجور به جای اینکه بیان دلار خرید و فروش بکنن دلار نگه دارن میبرن پولشون رو تو بازار طلا توی بازار سهام آمریکا که در واقع میدونن بازدهی بیشتری داره دلار به نظر میرسه ماهیانش داره یه کاری میکنه باید ببینیم ماه اکتبر میتونه یه اتفاقای عجیب و غریبی توش بیفته ماهی که داره نزدیک میشه به انتخابات آمریکا اما دیلیش فعلا ما انتظار میکشیم قیمت بیاد تو این کف خودش کف تاریخی یه صف ممیز 90. عدد بسیار مهم چرا بیشتر از بیشتر وقت امروز رو میخوام روی دلار صحبت کنم به خاطر اینکه خیلی از ارزای دیگه کورلیشن دارن با دلار یا تو دلار تکون میخوره خیلی از ارزا تکون میخوره و این بسیار نکته مهمیه کورلیشن مستقیم با دلار استرالیا دلار نیوزیلند پوند انگلستان یورو و همه ارزا داره و تاثیرگذاره وقتی دلار ارزشش ضعیف میشه اونا میتونن ارزش بیشتری بگیرن و چارتاشون به سمت در واقع سعودی رشد بکنه پس این دلار آمریکا که فعلا هیچ کاری نمی کنیم فقط اجازه میدیم قیمت برسه به این کف خودمون بعد از اینجا میتونیم طبق سناریو 4 5 به سمت بالا یا اینکه منتظر فول بادی بریک اوت اولین پول بکش به سمت پایین باشیم اما نمودار دیگه جالبی که داشتیم که برخلاف

یورو یو استی بود که اینجا هم من یه پوزیشن داشتم رو این دوجی حرکتش کاملا اومد فالس کرد این ناحیه با این زخامت رو رفت بالا رو این دوجی ما خرید داشتیم و این رو هم معاملش رو بستم روز جمعه به خاطر اینکه باز سه روز تعطیلی بود معمولا تو این معاملات بلند مدت وقتی که سه روز تعطیل بازار صبر نمی کنم نمی شینم و منتظر میشم ببینم چه اتفاقی میفته اما بریم سراغ سایر جوفرزا یه دوری رونا رو بزنیم به یو نگاه کنی چه حرکت زیبایی چه حرکت زیبایی و باید ببینیم روز دوشنبه کجا باز میشه اگه باز شدن بازار به همین شکل باشه یا بالاتر باز بشه میتونم بگم فول بادی بریک اوت رو تایید کرده و میتونه یه پوزیشن لانگ ترم به سمت بالا به ما بده اگه بیاین نگاه کنی نمودار ماهیانش رو هم نمودار ماهیانش هم داره نزدیک میشه به یه ناحیه بسیار مهم ماهیانه و فوق العاده این ناحیه جالبه فوق العاده ناحیه جالبه و باید ببینیم آیا پوند که این روزا ارزش خودش دستخوش تغییرهای عجیب و غریبی میشه به خاطر چی به خاطر طولانی شدن این مذاکرات برگزیت بین اتحادیه اروپا و بریتانیا که 15 اکتبر اگه اشتباه نکنم البته 15 اکتبر سررسید این مذاکرات و اتحادیه اروپا کاملا هفته گذشته گفتش که آقا ما ناامید شدیم مثلا نمیشه اینجوری به زبون خامیانه خودمون اینجوری نمیشه به دیل نمیرسیم و کشوری دیگه خود در واقع اومدن توصیه کردن فعلا چند ماه یا این مذاکرات رو بذارن کنار که دو طرف بتونن با آرامش بیشتری به دیل برسن خود بوریس جانسون تو این زمینه در حقیقت میتونم بگم شکست خورده چون زربول عجلی که گذاشته بود برای برگزیت به نتیجه نرسیده پس نگاه کنید چقدر مهم خود پاوند رو همین اخبار میتونه ولتایل بشه پاوند رو فعلا من خودم با نگاه بریکزیتی بهش نگاه میکنم گرچه کورلیشن داره با دلار اما بسیار مهمه توی حوزه بریتانیا و یورو ببینیم چه اتفاق میفته روز 15 اکتبر برای مذاکرات برگزیت که واقعا میتونم بگم یکی از موضوعاتیه یکی از اون مذاکراتیه به قول معروف آمیانه خودمون لوس شده دیگه انقدر طولانی شده فرسایشی شده دیگه نمیدونم چقدر میخوان بحث کنن چقدر میخوان حرف بزنن در موردش چقدر میخوان این اونورش بکنن همه راه ها رو را رفتن بوریس جانسون اومد با شعار اینکه یه ماه درستش میکنم اما چی شد؟ هیچ چند ماه گذشته و ایشون هم مطابق بقیه سیاستمداران فقط صحبتش رو کردن و به نظر به بنبست عجیب و غریبی رسیده راهی که بریتانیا شروع کرد و همچنان توش گیر کرده مخمسه بسیار عجیب و غریب حقوقی که برای اتحادیه اروپا و بریتانیا هست پس اینم نکته بسیار مهم روی بریتانیا روی در واقع پوند بریتانیا اما جوف ارزای دیگری که من نگاه می کردم یه جوف ارز خیلی جالبی هم که داشتم ایودی کد اگه اشتباه نکنم اگه نمودارش رو بیارم برای دوستان ایودی کدم از اون جوف ارزایی بود که بسیار زیبا تو نمودار H4 فور داره یه الگوی مستطیل خیلی قشنگی رو میزنه زیباست واقعا زیباست این الگوی مستطیل ساده چارتا رو ببین اما کاربردی ساده تحلیل کن نواهی زیبا و کاربردی رو بذار اما موقعی که نقطه ورود داد حرفه ای وارد چون این شعار استراتژی پی که تحلیل تکنیکال تا حد ممکن برای خودت آسون بکن خودت رو وارد تحلیل های پیچیده نکن اما موقع نقطه ورود ای تر وارد شد تمام تمرکز و انرژی تو بذار رو نقطه ورود خیلی از معاملگرا هستن که تمرکز و تمام انرژیشون رو میذارن رو تحلیل تکنیکال موقعی که باید نقطه ورود داشته باشن خیلی با دقت وارد نمیشن این نکته خیلی باعث میشه که خیلی از بچه ها نتایجشون متفاوت باشه اینجا هم روی AUD کرد نمودار چهار ساعته در حقیقت میتونم بگم الگو بسیار به از نظر من استاندارده نمیدونم چند نفرتون استاندارد هست این الگو یا نه تو آموزش های یوتیوب به کرد به بینانره هفتگی به کرد راجبه این الگو صحبت کنیم مدل های بسیار زیادی شد دیدین احتمالا من ترید کردم و خیلی راحت میشه منتظر هستیم بازار باز شه اینجا چند تا اتفاق میتونه بیفته یا قیمت بیاد فول بادی بریک اوت بده به سمت بالا که ما میتونیم توی جهت بالا بعد دیدن فول بادی بریک اوت منتظر اولین پول باشیم یا اینکه فول بادی بریک اوت بده به سمت بالا بشکونه کامل ناحیه رو بیاد چیکار بکنه فارس بریک اوت بشه یا اینکه سناریو شماره چهار اینجا با همین سبک و سیاق بسته و قیمت بریزه اما با توجه به افزایش ای در واقع دلار قدرت دلار استرالیا نسبت به دلار آمریکا به نظر میرسه اینجا هم یه واکنشی رو داریم اما چارت عجیبیه به خاطر اینکه یه مطلب بسیار مهمه دیگه که روز جمعه در موردش صحبت کم توی ویدیوی دیگه دلار کانادا که اومد یه اشت... آمار اشتغال عجیب و غریبی رو اعلام کرد و باعث شد که خود دلار کانادا حالا کرد به ین رو من بیارم خود دلار کانادا باعث شد قوی بشه خیلی از کارشناسا امروز معتقدن دلار کانادا تو کجا پیش خواهد رفت انقدر قوی خواهد شد نسبت به بقیه جوفرز اما جوری که میبینی نمودار ویکلی دلار کانادا بسیار زیباه یه ناحیه زیبا داره روی عدد 8155 حالا بگم که داره نزدیک میشه و به نظر میرسه که اینجا دیگه یه الگو مسلس رو زده بسیارم زیبایه شاید چند نفر از بچه ها رو دیدم این چهار تا فرسته دادن گفتن الگو مستطیلی گفتم فرق نداره هر کدوم از این الگو بین دو تا ناحیه جالبه اینجا هم تو هفتگیش میتونه حرکت بسیار خوبی شکل بگیره تو نمودارای دیگهش نگاه کنید روز جمعه کاملا سعودی بوده هفته گذشته تو نمودار دیلیش کاملا سعودی بوده و دو تا جوفرز دیگه برای تو مطرح کنم AUDN ژاپن تایم فریم H4 که الگو مستطیل رو زده منتظر اولین پولبکش هستیم به سمت بالا اگه بیاد این اتفاق میفته البته خیلی نزدیک به ناحیه بالایی بعد باید ببینیم باید چه اتفاق میفته رو ناحیه بالاییش اما اگه بیاد نزدیک بشه به حالت سوینگ هم نزدیک بشه نسبت به ناحیه پایینش فوق العاده میتونه زیبا و قشنگ باشه و در زم پاوند به ین تایم فریم اچ فورش که این هم یه حالت مسلس زده خیلی ها تو اچ وان یه الگو دیگه دیدن مثلث اینجا دیدن خیلی ها تو H4 دیدن H4ش جالبه به نظر من باید ببینیم چه اتفاق میافته خود ین ژاپن این روزا ضعیف شده نسبت به خیلی از ارزا تنها ینی که فعلا جالبه و روی یه ناحیه ماهیانش نشسته یو اس USDN هم که خیلی از شما احتمالا استهزار دارین با چارتیه که ریسک مارکت رو نشون میده و نگاه کنی نمودار ماهیانش اومده جا خوش کرده روی عدد بسیار مهم 105 نرخ برابری 105 باید ببینیم این ماه آیا یو میاد میشکونه این رو چون بسیار فشار قوی داره نگاه کنید چه فشار قوی مرتب هایای پایین تر زده لوئر های زده ما این رو گفتیم کاملا روندش اسکویز شده به این سمت نمودار ماهیان است باید ببینیم چه اتفاق میفته اگه فول بادی بریک اوت کنه یکی از نمودارایی که اگه ماهیانه بده قطعا روش سرمایه گذاری میکنم چون چارت بسیار خوبیه معمولا حرکت که میکنه ینا با شتاب و شدت توی سمت میره و جوفرزی که میشه رو تکنیکالش خیلی خوب حساب کرد جوفرز اصلی هم هست باید ببینیم چه اتفاق میافته فعلا که ماه گذشته به سمت در واقع ضعف سلرا رفته اما باید ببینیم نمودار دیلیش هم خیلی تعریفی نداره نمودار دیلیش باید صبر کنیم این هفته یه مقدار واکنش بده کاری که دیگه میتونین بکنین اینه که توی جهت ماهیانه اگه نمودار دیلیش اول خوبی داد اونجا در واقع بتونین سلش رو بگیرین امیدوارم که روی هم رفته تحلیل های خوبی رو براتون انجام دادم امیدوارم که استفاده بکنین قطعا منتظر نظراتتون تو بخش کامنت ها هستم امیدوارم که هفته کاری سرشار از موفقیت رو داشته باشین روز دوشنبه طبق روال هر هفته با اینکه بازار هم تعطیل هست در خدمت شما هستم در جلسه وبینار هفتگی رأس ساعت نه شب به وقت تهران اگه فرصت بکنم شاید چون بازارم تعطیل شاید زودتر بیام و وبینار رو شروع بکنیم امیدوارم که هر جا هستین این روزا سلامت موفق و با مهرورزی به دوستان خودتون سعی کنین که جامعه آری از پرخاشگری و ناراحتی رو داشته باشین امیدوارم سلامت موفق پایدار توی این مسیری باشین که برگزیدین هر هستین آرزو سلامتی دارم تا درودی دیگر بدرود